این تنگه باب المندبه، یه منطقه هست اینجا، این وسط من زوم میکنم شما، به این میگن جزیره میون. یکی از ملکه های انگلیس سالها قبل، این الیزابت، این نه یکی دیگه قبل تر، کی این بوده قبل، به سرچ کنید میاد، جشن عروسیش اینجا برگزار کرد. برای هوت محضی چی نداره، برای چی؟ برای اینکه بفهمون اونجا برای بریتانیا چقدر مهم. این طرفش دست دوستان ماست و این طرفش هم دست دوستان ما بود. مثلا ما پول دادیم اینوریا براش ساختمون مجلس ساختیم، آی پولا رو دارن میبرن اونجا خرج میکنه، شعور ندارن. اینجا چقدر مهمه؟ چیه اینجا؟ نصف تردد نفت انرژی جهان اینجا انجام میشه. این همون کشوری که مسخرهش کردن، جیبوتی. بله من یادم آقای ولایتی اومده رو نقشه میکنه، خب این کجاست فلان، مرد مومن تو مشاوری سیاسی امنیتی، خب وزیر خارجی بودی 16 سال، خب دولت ها عوض میشدن تو بودی، چه حرفی تو داری میزنی؟ اینجا چقدر مهمه جیبوتی؟ تو برو یه ساختمون براشون بساز، یه مملکتی زیرن. عربستان سریع تو همین دعوا اومد کشید سمت خودش اینا. حالا اینجا چی اتفاق میفته؟ اینجا بسته بشه به ما بر نمیخوره. چرا؟ دقت کن آباری کرده، ما بالاشو داریم، عراق، سوریه، مدیترانه، ما اینجا میتونیم بریم. متوجه شدی؟ اینه انقدر اینجا مهمه. اما خدایی نیاره اون روزی رو که اینجا بسته شه. اگر اینجا بسته بشه کل شرق و غرب عالم گره میخورن. چرا؟ من برای شما مثال دارم، میبینید دیگه نقشه رو، یه کشتی از اروپا میخواد بره سمت چین، میاد توی مدیترانه، از کانال سوئز رد میشه، از باب المندب اینجوری میاد میره سمت هند و چین. اگر اینجا بسته بشه این کشتی بعد بیاد اینجوری قاره آفریقا رو دور بزنه، بیاد اینجا، این قطب جنوبه، خب از اینجا بیاد بالا و میبینی که نه وسط اقیانوس هم نمیرن چون عمق زیاده، بخوان اینجا بدبخت بشن به ساحل نزدیک بشن، کنار همین سواحل یعنی هزینه صادرات کالا چی اینا رو بیچاره میکنه. اینجا چی شد؟ قبل از زدن ایران دقت کنید، توسط حمله با اعراب، نگاه کنید، عربستان و همین ناتوی عربی به همراه امارات، درسته؟ این کشوری که کمکشون کردن، کویت و غیره، مصر، سودان، مأمور شدن کانال رو از حوثی ها بگیرن که بعد ایران رو بزنن. این اون بحثایی بود که من 3-4 سال پیش میرفتم برای مسئولین امنیتی میگفتم، الان دارم عمومی میگم. اینا گفتن ما یه هفته جمعش میکنیم، تسلیحات که دست عربستانه، یعنی تموم کردن بعدش ما بودیم، ما خیالشون راحت شد ما دیگه هسته‌ای نداریم، تموم بود. موشکات هم گفتم کجا میریختی، اونم جایی که بعد بزنن رو میزدن، نیروی اتمی گوشه رو میزدن، کل اون پارس جنوبی تو میزدن، ستاره خلیج فارس تو میزدن، نمیدونم دیگه چیزی نداشتی تو. باز 50-60 سال میفتادی عقب، برو بساز دوباره، باز دوباره برو سردار سازندگی بیار، باز نمیدونم برو چی کار کن، دور بیچاره بودی دیگه. متوجه شدی؟ اراده الهی نکن من تو اینجا لم دادیم، اون بدبختا پابرنا اونجا داشتن خون میدادن برامون. خلاصه بدون اگه دین نداری لاقل انسانیت یه چیزایی با سرمون بشه که بدون اون داره به خاطر ما جون میده، اون فقط کافیه پیغام بفرست برای آمریکا، منم مثل بقیه عربا سمم و تو سر تا پاشون رو طلا میگیرن، خدا شاهده.